پس او می رو اینجوری میبینه که کار دستشه، اما اینجا میگه به می جان روشن بیاراستن، یعنی اول غذا رو خوردن، بعد می رو برای تا اون اندازه که جان روشن تو آرایش بیابه، یعنی رفرش بشی، تکمیلش میکنه. نه چندان که یابد نکوهش خرد، می آن مایه باید که جان پرورد. اونقدر می نخوری که خرد تو اون تو رو بخوره، می رو اونقدر باید بخوری که جان تو رو پرورش بده، تو رو رفرش بکنه. در تمام زندگی نامه پسر سینا یا بوعلی سینا، در تمام زندگی نامش شما بخونید میبینید که در بسیاری جاها گفته این مرد وقتی که میرفت دنبال به اصطلاح فرضیه‌های علمی و پزشکی خودش، یه جایی که بند میامد، مغز انسان در پاره این موارد میره یه جایی میمونه به راستی، اونجایی که بند میومد نوشته شده که بوعلی سینا یک کاسه شراب سر میکشید، یک کاسه رفرش میشد، تازه میتونست مشکلات و معضلات فکری و دانشی رو که اون به جهانیان ارائه داد اونها رو حل میکرد. پس میگه نه چندان که یابد نکوهش خرد. داره قانون، اینم یک بنده، یک بند از آیین نامه زندگی ایرانیه. آنقدر می نخور که خرد تو نکوهش پیدا کنه، می آن مایه باید که جان پرورد. می رو آنقدر بخور که جان تو رو. پس میبینیم که تمام آیین نامه ها رو، یعنی باز شروع کرده در نشستی که هزاران ایرانی جمع شدن، بوزرجمهر جوان اون وسط نشسته، موبد ها اطراف ایستادن، هر پرسنده‌ای حالا خواهیم دید پرسشی میکنه و این دلاور مرد فرهنگ ایرانی، این بنیانگذار همه اندیشه های نیک بوزرجمهر پاسخ میده و شاه با ادب داره گوش میکنه. پس به دانندگان شاه بیدار گفت که دانش گشاده کنید از نهفت. بعد از اینکه قانون یا آیین نامه بادگساری رو میگه، بعد میاد میگه که به دانندگان شاه بیدار گفت که دانش گشاده کنید از نهفت. اینجا یک آیینی رو، یک قانونی رو برای به اصطلاح پادشاه میگذاره، یک بند از بندهای قانون اجتماعی زندگی برای شاه. به دانندگان شاه بیدار گفت، شاه باید انسان بیداری باشه. به دانندگان شاه بیدار گفت که دانش گشاده کنید از نهفت. دانش رو باید از پنهان به آشکار بازگردان بکنید. درست؟ بله. به دانندگان شاه بیدار گفت، یعنی چی؟ در اینجا یه دفعه ضمن این که نام شاه رو میاره، یه قانونم برای او میگذاره، یک بند هم برای او وضع میکنه، شاه باید بیدار باشد. دانند بند دوم، معنای دوم اینه که دانندگان به شاه باید بگن که بیدار باش، وگرنه نادانندگانن. شاه باید، مرحله سوم، شاه باید از دانندگان بخواهد. اینا همه بند بند این قانونی است که ما اگر بیایم فردا در ایران آزاد بنشینیم و بچه های کشورمون یه روزی به یاری خداوند بعد از آزادی میهن، من همین کار رو خواهم کرد، هیچ کاری غیر از این در ایران نخواهم داشت. عقب افتادگی های بسیار زیادی ما داریم که اون روز وقتی باشه تنها به این سادگی ما بازگشایی نخواهیم کرد و بسیار بسیار گسترده تر خواهد بود. به دانندگان شاه بیدار گفت. در اینجا چند ماده از قانون وضع میشه، از آیین نامه به اصطلاح ساخته میشه. یکی اینکه شاه باید بیدار باشه، یکی شاه باید به دانندگان بخواد از دانندگان که چی؟ ماده دوم بعدیش که دانش گشاده کنید از نهفت. شاه باید از دانشمندان، از آگاهان بگه دانش رو از پنهانی بیارید بیرون. این هم یک بند. تفسرش اینه که
دانندگان هم وظیفه دارن دانش رو از نهفته بیارنش بیرون در جامعه ارائهش بدن. هر این کس که دارد به دل دانشی بگوید مرا زان بود رامشی. اینجا هم قانون بر اینه که هر کس که در دلش دانشی داره باید به حکومت بگه، و حکومت هم ماده بعدیش اینه که بند بعدیش اینه که حکومت باید از اون دانشی که هر کس به او میده آرامش بگیره. بگوید مرا زان بود رامشی، بگه من از آن آرامش خواهم گرفت. ببینید دونه دونه اینها بندها یا تفسره ها یا ماده های قانونی است که در فرهنگ ایرانی برای فرزندان این آب و خاک گذاشته شده. هر آن کس که دارد به دل دانشی بگوید مرا زان بود رامشی. چند قانون، چند بند قانون در این دو سروده در میاد. یکی این که شاه باید خواستار گرفتن دانش از دانش پژوهان باشه. دیگر این که شاه باید آرامشش رو در گرفتن دانش از دانش پژوهان بگیره. دیگر این که دانش پنهانی نباید برای دانشمند یا دانشور باشه، بلکه ماده سوم یا تفسرش اینه که دانشور یا دارنده دانش باید این دانش رو به جامعه ارائه بده. تفسره دومش اینه که شاه بایستی آنقدر روشنبین باشه که از گرفتن دانش آرامش بگیره. این آرامش برای شاه مرحله بعدیش اینه که یعنی این آرامش رو به جامعه ارائه بده، زیرا که در بندهای بعدی میبینیم که شاه میگه من چگونه آرامش بگیرم وقتی ملت من ناآرامن. پس شاه میخواد باید دانش رو از دانش پژوه بگیره. شاه که میگم یعنی حکمران، یعنی کسی که در اون هنگام طبیعی است که جمهوری پمهوری نبوده در هیچ کجای دنیا، همه جای دنیا شاه بوده. شاهان ایران هم سرآمد خوشفکری بودن، علی‌رغم این که زنازاده های تازی روی میدن به گاردین و غیرو که بخوان ما رو به ایویل امپایر بنویسن، علی‌رغم همه اینها شاهان ایران سرآمد دانش و دانش پژوهی بودن. توشون آدم بد هم داشتیم، طبیعت زندگی بشره. به هر روی پس از آن میگه از ایشان هر آن کس که دانا بودند به گفتن دلیر و توانا بودند، یعنی توی این جمع موبدان، ردان، دستجات، اونی که دانا بود، حالا تنها دانایی کافی نیست، یک قانون وضع میکنه، دانا باید به گفتن دلیر و توانا باشه. داره جامعه رو از کوچیک و بزرگ میپیچونه و آموزش میده. دانا تنها دانستن نیست، زیرا اگر دانا دلیر و توانا نباشه دانشش رو نمیتونه به جامعه ارائه بده. اگر فرود پولادوند از رژیم و آخوند و گفتن تازینامه و عرب و مسلمان بیم میداشت، نه امروز شاهنامه رو به شما میگفت، نه دیروز و چند ساعت پیش تازینامه رو. دانا اون کسی که چیزی رو به عنوان دانش میگیره شرط میگذاره براش، به گفتن دلیر و توانا بودند، یعنی اونایی که دانا بودن اما در گفتن دلاوری گفتن و توانایی گویش رو داشتن. پس اینجا یک ماده یا یک بند تازه به این آیین نامه زندگی نیاکانی ما افزوده میشه که دانایان باید، دانش پژوهان، دانایان باید در، باید سخنگو باشند، باید سخنگویان دانا و دلیر و توانمندی در سخن گفتن باشند و ما بتونیم میهن رو آنچنان که باید و شاید از تمام پلشتی ها، زشتی ها و بدخیمی های روزگار نجاتش بدیم. میهن رو از اهریمن ملا و مرام نامه ننگین تازی نجات بدیم. مقایسه کنید، این شاهنامه شما، سرمایه پدری شما، بازمانده از دوره پیش از اسلام شماست،
که پسر گرفتار شما فردوسی، سرمایه گرفتار آمده، گنجینه گرفتار شما فردوسی برای شما به جا گذاشته و اونم تازینام است. ببینید، باید کشور رو آزادش کنیم و برای همین آرمانه که ما پنج دلاوران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، یعنی ما رو ضعیف و شکست شدنی میبینم، اما ور جمع شویم مردان ها مشتیم، آینده ایران.